روز عرفه روز دعا و مسئلت از خدای متعال است و پروردگار عالم درهای مغفرت و رحمت خدا در این روز به روی بندگان باز می کند. این روزها شهر مقدس کربلا مملو از حضور زائرانی که از تمام نقاط دنیا به این سرزمین مقدس آمدند تا در روز عرفه نامشان در زمره زائران امام حسین قرار گیرد و مشمول رحمت و مغفرت الهی قرار گیرند در ادامه به گزارشی که همکارم در این زمینه تهیه نموده توجه فرمایید یکی از اعمالی که در روز عرفه شده زیارت امام حسین است بگونه این که در روایات وارد شده خدای متعال در این روز اول به زائران امام حسین نگاه می کند پیش از آنکه زائران خانه خود در صحرای عرفات را بنگرد در برخی از روایات نقل شده که خدای متعال در شب عرفه درهای مغفرت خیش را بربرنگان باز می کند و در روز عرفه پروردگار عالم گناهان توبه کنندگان را می بخشد. هرچند به اندازه ریکای بیابان و قطرات باران و تعداد روزهای عالم باشد مرحوم شیخ عباس قومی دربارهٔ شب عرفه میگوید از لیالی متبرکه و شب مناجات با قاضی الحاجات است و توبه در آن مقبول و دعا در شب مستجاب است و کسی که آن شب را به عبادت بسر اجر و پاداش هفتاد سال عبادت را دارد وی در رابطه با روز عرفه نیز میگوید روز عرفه از اعیاد عظیمه است هرچند به اسم عید نامیده نشده و روزی است که حق تعالی بندگانش را به عبادت و طاعت فراخنده و صفره های جود و احسان خود را برای آنها گسترده و شیطان در این روز تحقیر و رانده شده و خشمناک است این روز روز دعا و مسئلت از خدای متعال است و آفریدگار عالم این روز روز با ارزش و پرشکوه قرار داده است از برخی روایات به خوبی اهمیت و جایگاه روز عرفه روشن می شود و این نکته استنباط می گردد که این روز روز دعا و نیایش است. امام صادق فرمودند، کسی که در روز عرفه حرم امام حسین را زیارت کند خدای متعال ثواب هزار هزار حج که با حضرت قائم عجل الله تعالی فرجه و شریف به جای آورند را برای وی منصور می فرماید. و اجر هزار هزار عمره که با حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله انجام گیرد را به وی داده. و همچنین ثواب آزاد نمودن هزار هزار عبد به او اعطا کرده و اجر کسی که هزار هزار در راه خدا انفاق کرده است به وی عنایت میفرماید برای شب و روز عرفه اعمالی در مفادی الجنان و سایر کتب ادعیه و زیارت ذکر شده است گفتنی است که مراسم دعا و زیارت روز عرفه از شهر مقدس کربلا در روز عرفه و از کنار حرم متحر حضرت سید شهدا و حضرت اول فضل العباس و بین الحرمین از تمامی شبکه های مجموع رسانه امام حسین علیه السلام به صورت زنده پوشش داده خواهد شد.